অ <laughs> Moগt بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف هشتم امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگرده عزیز و گرامی به مضمون ریاضی بسیار خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی مضمون ریاضی رو ما و شما با هم دیگه میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل ششم مساحت و احجام یا حجم ها سیست و درس چندم هستیم درس سوم هستیم عنوان درس امروز ما و شما چی هست شاگرد عزیز مساحت و حجم استوانه درست است خب اول ما و شما تعریف میکنیم که استوانه چی است چی شکلی رو ما میگیم استوانه و بعد مساحت از او و حجم از او رو میتونیم دریافت کنیم با کدام فرمول فرمول براتون میگیم چه رقم دریافت میشه درست است اما درس های گذشته یادتان است ما و شما چی خواندیم اول مساحت و حجم چی رو خواندیم مکعب مستطیل خواندیم و بعد از چی خواندیم بعد از او منشور خواندیم درست است و فرمول منشور یاد تا نفس دیگه نه منشور گفتیم یک تا چی شکل سبودی است درست است یا یک جسم است جسم سبودی دیگه نه فضا را میکنه پس یک شکل سبودی است که دارای دو قاعده است دو قاعده چی بود دو تا چند بود دو تا چند پذیر و بدنی از او چی بود بدنه از او چند تا مستطیل جور میشد درست است با اون شک میگفتیم چی شکل منشور والی استوانه رو میخوام امروز بخیر میخوانیم اما قبلی که درس بخوانیم شروع کنیم شاگردای عزیز کارخانه که درس گذشته رو باید به با ما روان میکردید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780, 255, درست است اگر کدام سوال کدام پیشنهاد کدام انتقاد دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق همین واتس نمبر که به شما خواندم در واتس درست است شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و استوانه را شروع میکنیم که به چه شکل میگیم استوانه والی که استوانه را فهمیدیم بعد مساحت و حجم یا حجم از را میتونیم دریافت کنیم درست است؟ پس میریم سر تخته <متصفح> خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است؟ استوانه استوانه چی است؟ استوانه بهشک تعریف میکنیم میگیم که استوانه یک تا منشور است که قیدای های از چه باشد دو دایره باشد درست است دو, دو دایره چه انطباق پذیر اگر یاتان باشد منشور چه بود منشور گفتیم یک تا شکل سه که دارای دو قاعده است که قاعده های از چه بود دو تا چند انتباق پذیر بود به عنوان مثال چهار باشد چه میشه همون مکعب میشه مکعب مستطیل میشه نه پنج باشه به با اون میگیم چه منشور پنج درست است خب ولی ما و شما اگر بیایم همین قاعده منشوره ما و شما شاگرد عزیز تبدیل به دایره کنیم چی میشه شکل ما و شما میشه استوانه درست است به عنوان مثال این شکل شاگرد عزیز این شکل شما نگاه کنید این چی است یک تا استوانه است دقیقاً قاعدهش یک دایره است بالا و پایین دو تا دایره چی هستند دو تا دایره انطباق پذیر یا مساوی هستند خب حال چی میشه این تبدیل یا یک شکل چی شده استوانه شده خب پس به شک شکل میگیم شکل استوانه شاگرد عزیز پس شا... استوانه رو تعریف میکنم استوانه یک منشور که قاعده از چی باشد دو تا دایره انطباق پذیر باشد به اون میگیم شکل به این شکلی حاصل میشه به این میگیم چی استوانه خب شاگرد عزیز استوانه رو ما میخوایم چی کنیم مساحت جانبی داریم صحیح مساحت یعنی که دور تا دور از باشه یعنی مساحت زیر میگیم مساحت جانبی یعنی بالا و پایین گفتیم قاعده میگیم میگه قاعده قاعده بالا قاعده پایین مساحت کل گفتیم چی است دمنچور هم گفتیم مساحت کل میشه مساحت جانبی جمع مساحت قاعده بالا و قاعده پایینی ها رو کلش جمع کنه مساحت میشه درست است و حجم از چی میشه حجم میشه مقدار فضایی که از همین شکل ما شما چی اشغال میکنه صحیح یا بگیم داخل ازی داخل ازی چی میشه یک حجمی داره همین حجم ما شما باید بتونیم دریافت کنیم درست است شاگرد عزیز خب پس ما سر تخته نوشته میکنیم و رو تعریف میکنیم و بعد فرمول های مساحت و حجم از این رو میگیم که شک به دست می آید درست است بگیم که استوانه چی است؟ یک منشور است که قایده از دو تا دایره چی باشد؟ دو تا دایره انتباق پذیر باشد با اون میگیم چی؟ استوانه پس استوانه منشوری که قایدهای آن دو دایره انتباق پذیر باشد. منچور که قایدهای آن دو دایره انتباق پذیر باشد. به این میگیم چه استوانه شاگرده عزیز پس شکل اگر ما بکشیم به این صورت میشه. ان چی میشه ان قاعده ما باشه قاعده ما و شما دو تا دایره سیست به شکل میگیم چی استوانه اگر شاگرد عزیز دقت کنید ان چی است مرکز قاعده بالا و یا مرکز قاعده پایین ان رو میگیم شاگرد عزیز شای دا... شای قاعده و پایین هم دقیقاً ان شما با هم چی است و اگر ما و شما ان دو تا مرکز دایره قاعده رو به هم دیگه وصل کنیم شاگرد عزیز دو تا مرکز به هم دیگه وصل کنیم چی میشه به بگن ارتفاع چی؟ استوانه پس این با چی نشان میتیم؟ ارتفاع رو با H نشان میدیم سعی ارتفاع استوانه و یعنی دو شای رو که با چی نشان میدیم عزیز؟ شای رو با آر نشان میتیم دیگه درست است؟ این هم چی است؟ آر شای قایده ما و شما پس بهش به شکل بگیم استوانه اما استوانه ما میخوایم چی کنیم؟ مساحت جانبی، مساحت کل و حجم یا حجم از دریافت کنیم. شاگرد عزیز پس سه موضوع رو شما باید بتونیم دریافت کنیم یک مساحت جانبی دو مساحت کل و سه چه حجم یا حجم استوانه دریافت کنیم خب مساحت جانبی چی است مساحت سطح دور تا دور استوانه با او میگیم چه مساحت جانبی مساحت کل چی میشه مساحت کل ما باید مساحت جانبی رو دریافت کنیم قاعده بالا و قاعده پایینم دریافت میکنه مساحت هایش را با هم دیگه جمع میشه میشه مساحت کل و حجم چی است یا حجم حجم و حجم فرق نمی کنه هر کدومش بگیم حجم چی است حجم میگیم مقدار فضایی که امی چی امی شکل ما و شما اشغال میکنه صحیح است این مت 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 یک نل بگیرین نه یک نل بگیرین یا متون یک گلاس باشه فرق نمی کنه داخل از چه خوا آب جای میشه صحیح است به اون میگن چی حجم یا حجم خب شاگرد عزیز اما ما و اول چی میکنیم مساحت دراف میکنیم مساحت جانبی اول مساحت قاعده رو میگم قاعده خاصان است قاعده چی است دو تا دایره است مساحت قاعده را شما دایره را شما از درس سال گذشته یاد تا نفس دیگه دایره چی میشه پای ضرب در شا مربع درست است پس دقت کنید مساحت قاعده از ای چی میشه مساحت قاعده مساحت قاعده دایره است دیگه یک دایره دایره مساحت یاد تا از پارسال سال گذشته میشه پای ضرب در آر مربع آر چی است آر همون شا است دیگه پس پای آر مربع و بینشم هم هیچ نمانیم ضرب خوانده میشه دیگه پای آر مربع سیست پای آر مربع مساحت قایده این میشه مساحت یک تا قایده این دریافت میکنی زب در دو میکنی مساحت دیگه قایده هم دریافت میشه دیگه سیست پس مساحت قایده رو فهمیدیم پای آر مربع اما مساحت جانبی شاگرد از این مساحت جانبی در ریاضیات ما و شما مساحت به جایی که در این نوشته کنیم مساحت از چه استفاده میکنیم شاگرد عزیز از اس استفاده میکنیم صحیح است پس مساحت با چی نشان میدیم با اس انگلیسی نشان میدیم اس جانبی ما و شما چی میشه دقت کن شاگرد عزیز ما مثال برتون میزنم شاگرد عزیز یعنی پارچه رو نگاه کنید شما اگه بندوان ما و شما ایره ما اگه بگیرم بندوان یک استوانه جار کنم اینی میشه یک استوانه ما و شما درست است مساحت جانبی چه خواهید بالا و پایین خواه کار نداریم مساعت جانبی میشه دور تا دور رایزی سیست خب مساجد زیر که کنیم ما اگر بیایم به عنوان یک گسوانه در نظر میگیریم شاگرد عزیز اگر ما بیایم میره کات کنم صحیح است با قیچی یا کاتر فرق ما میکنه کات کنم از به شکل کات کنم چی میشه این اگر باز کنیم چنین شکل جور میشه پس مساجد جانبی ما میشه یک تا مستطیل خب مساجد مستطیل چی میشه شاگرد عزیز مساجد مستطیل میشه طول درست است طول ازی زب در عرض میشه مساحت مستطیل خب عرض ازی چی است این اگر من دوباره به شکل استوانه جور کنم شاگردای عزیز عرض چی بود؟ از مستطیل ما باشه به عرضش همو چی است؟ ارتفاع استوانه است دقیقا نگاه کنید من اگر با قیچی یا کاتر کات کنم چی میشه؟ یک تا جو باز میشه تا مستطیل میشه پس این همو چی است؟ همون ارتفاع استوانه ما باشه ماست که همون عرض مستطیل میشه اما طول مستطیل چی میشه؟ شکر در عزیز طول مستطیل اگر دقت کنید و دوباره باز یک استوانه جور کنم طول از چی بود؟ شکر دقت کنید طول ازی طول ازی این مستطیل ما و شما اگر من این رستوانه جور کنم دقیقا چی میشه؟ دور تا دور یک میشه قاعده ما شما دایره بود دیگه نه دایره ما شما محیط دایره می خوام دور تا دور چی میشه محیط دایره محیط دایره عمو طول مستطیل ما شما میشه و ارتفاع استوانه چی میشه شاگرد عزیز ارتفاع استوانه عمو عرض مستطیل میشه پس ما باید مساحت از این مستطیل بخوام دریافت کنم یعنی دقیقاً عمو مساحت چی میشه سطح جانبی استوانه ما شما میشه پس ما باید چیکار کنم باید عرض از این مستطیل که عمود چی میشه ارتفاع استوانه را زب در چی کنم محیط یک تا قاعده کنم درست است پس مساحت جانبی استخوان به شکل دریافت میشه پس من فرمولش نوشتن میکنم شاگرد عزیز مساحت جانبی ما شما جانبی میشه چه محیط دایره محیط دایره با چین جوابش یاد تا نفس از پارسال میشه دو پای آر ضرب در سی دو پای آر چی میشه محیط دایره میشه اما قاعده ما شما ضرب در اچ ارتفاع ما شما است پس مساحت جانبی ما شما میشه دو پای آر در اچ سی پس این شد مساعد جانبی استوانه اما مفاد کل چی میشه مساحت کل باید چی کنیم مساحت جانبی رو با مساحت دو تا قاعده با همدیگه جمع کنیم تا دریافت شود پس اف کل مساحت کل استوانه چی میشه پس میشه دو پای آر زب در اچ سایست این شد مساحت جانبی دیگه نه جمع مفاد قاعده بالا و پایین خب یک تا قاعده رو در دو بسازیم بالا پایین دریافت میشه پای آر مربع ضرب در دو میکنیم صحیح است میشه دو ضرب در پای آر مربع پس این چی شد شاگرد عزیز این فرمول مساحت قاعده است این فرمول مساحت جانبی است و این فرمول مساحت کل است پس این فرمولای مساحت صحیح است خب شاگرد عزیز ما تختر پا همیشه سوال حل میکنیم که لازم نیست با کنیم به عنوان مثال ارتفاع ما و شما چند باشد ده باشد ده سانتی متر سایس دا سوال با ما شما به شکل داده گفته این استوانه ما و شما ارتفاعش است و شعایشم چند است شعای قایدش هم از سه. سه سنتیمتر. سنتی متر حالا گفته شما چه کنین مساحت جانبی و مساحت کل دریافت کنین خب مساحت جانبی رو اول دریافت میکنیم مساحت جانبی چی میشه شاگرد عزیز عمل فرمول گفتیم دو پای آر ضرب در اچ سایس پس نمیشنا میکنیم دو پای آر آر ما شما چند است آر چی است آر شای قایده است که با ما و شما چند داده؟ سه داده پس دو پای زب در سه زب در اچ اچ ما و شما چی است؟ اچ ما و شما ارتفاع است ارتفاع سونار چند داده با ما و شما؟ ده سنتیمتر زب در ده میسازیم سهیست؟ خب ضرب کنیم دوی زب در سه میشه شش شش زب در ده میشه شست یک تا پایم داریم پای چند است شاگرده عزیز یاد تا پای چند است؟ پای دقیقش اگر بخوایم نوشته کنیم سه اشاره ۵ ۲ ۶۵ ۳۶ و تا لایه تناهی ادامه داره یعنی پای اس سهیست ولی ما و شماایرا تق... اگر ما و شما روانداف کنیم تا چند رقم تا دو رقم اشاریه میگیریم پس میشه سه هشاره ۴ در محاسبات ما و شما به همو سه اشاره 4 میگیریم سیست پس یا خود پای نوشته میکنیم یا اگر بخوایم دقیقش دریافت کنیم سه هشره 4 می گیریم. ولی بهتر از خود پای نوشته کنیم چون ما ما شما پای ما شما دقیق نیست تالایتانه ادامه داره سیست ولی در کتاب اگر گفت پای 3.14 بگیر تو به جای پای 3.14 میمانی، ضرب انجام میتی حاصل ضرب دریافت میکنی اما اگر نگفت به اون شکل پای بان سیست اولی نگاه ما به اون شکل خود پای میمونم 2 در 3 6 6 ضرب در 10 60 یک پایم داریم پس میشه 60 پای سیست پس مساحت جانبی ما شما در این مسوانه چی میشه 60 پای سانتی متر مربع دقت کنید چون مساحت است میشه سانتی متر مربعی در درس دو درس گذشته گفته بودیم براتون درست است پس ما شما مساحت جانبی از ایرتان اسم دریافت کنیم شد 60 پای سانتی متر مربع آلی اگر در کتاب با ما شما گفت پای 3.14 بگیر خب 3.14 رو ضرب در 60 میکنه جوابش دریافت میکنه درست است خب پس از مساحت جانبی اما مساحت کل مساحت کل ما باید مساحت قایدار دریافت کنیم و با مساحت جانبی جمع کنیم درست است خب مساحت قایدار اول دریافت میکنیم اس قایده یک تاس قایده یک از قاعده در یک دایره است دیگه میشه پای آر پای مربع است پس میشه پای آر مربع مساوی است با پای ضرب در آر ما و شما چند است آر ما و شما سه است ضرب سه مربع خب سه مربع چند میشه شاگرد عزیز سه مربع سه دو شش غلط است سه مربع سه سه باید بگینه سه رو دوباره در خودش ضرب کنی این سه رو در دو ضرب نکنی یا شکر دازی. سه مربع چی میشه سه ضرب در سه جواب میشه نو پس میشه نو پای نو پای سانتی متر مربع درست است پس چی شد مساحت قاعده شد 9 پای سانتی متر مربع حالا باز اگر دقیق بخوایم به جای پای 3.14 میمونیم در 9 ضرب میکنیم ولی گفتیم ما و شما همی تو, همی تو ای به این ای رقم کنیم دقیق تر است چون پای اگر ما شما سر شهر 14 بانیم روانداف کردیم و جواب ما دقیق نیست کمی خطا داره صحیح است به شک و به پای بنوشته کنیم بهتر است خب حال مساحت کل هم دراف میکنیم اس کل cool. باید چه کنیم شاگرد عزیز باید نر کلش جمع کنیم دیگه مساحت جانبی شده 60 پای سانتی متر مربع مساحت قاعده شده 9 پای سانتی متر مربع خب شاگرد عزیز فکرتون باشه اینی چیست قایده دا قایده است قاعده یک تا قاعده است ما شما چند تا دا قاعده داریم دو تا قاعده داریم پس نور ضرب در دو بسازیم میشه 18 پای 18 پای سانتی متر مربع پس به این شکل است میگیم که یک 60 پای داریم جمع یک دو تا نوتا داریم نو پای جمع نو پای سیست جواب چند میشه؟ میشه 69 باشه که دو جمع کنیم میشه افتاد و سیست پس میشه افتاد و اشت پای سنتیمتر مربع پس چی شد شاگرد عزیز مساحت کل از این سوال رو ما شما نیستیم دریافت کنیم پس شاگرد عزیز استوانه رو فهمیدیم استوانه چی است استوانه یک شکل سه‌بعدی است یا میگیم که یک منشور است که قیدای از, از چی باشد دو تا دایره انطباق پذیر باشد خب مساحت از چی میشه مساحت ما یک مساحت قاعده داریم قاعده بالا و پایین با هم مساوی است چون دو تا دایره انطباق پذیر است و دایره مساحتش چی بود فرمولش پای آر مربع پای که امو 3.14 است صحیح دقیقش دقیق نیست ولی ما و شما 314 میگیریم یا به شکل پای نوشتن میکنیم آره ما و شما چند است آره ما و شما 4 خود سوال با ما و شما میته به عنوان مثال سه، دو فرق نمیکنه یک عدد بر ما و شما داده میشه و دا فرمول میندازیم و مساحت قاعده را دریافت میکنیم درست است خب فقط فکر کنید باشید شاگرد عزیز ما شما دو تا قاعده دارد وقتی در مساحت کل حساب دو تا قاعده رو باید جمع صحیح چی بود مساحت جانبی فرمول چی گفتیم در دو پایم خود میفهمیم آر چی است آر هم شای قاعده است و اچ ما و شما چی است اچ ما شما آر ارتفاع استوانه است که ارتفاع استوانه را به ما شما خود سوال میده داده میشه درست است و دای دا فرمول بندازیم مساحت جانبی رو میتونیم دریافت کنیم و مساحت کل چی میشه مساحت کل میشه مساحت جانبی جمع مساحت دو تا قاعده هم قاعده بالا هم قاعده پایین که ما شما دریافت کردیم شد 78 پای سانتی متر مربع درست است خب پس شاگرد عزیز این از چی شد این از استوانه و مساحت استوانه را خواندیم تختر پاک میکنم و حجم استوانه رو من فرمول چی براتون میگم که چه رقم است و امی سوال کار میکنیم که حجمش چند میشه درست است پس تختر پاک میکنم <applause> خب شاگرد عزیز حجم یا حجم امی استوانه رو به ما سوال گفته دریافت کنید پس حجم استوانه سیست؟ پس مساحت سانه رو خب فهمیدیم فرمولش هم کار کردیم خواندیم و یک مثال همین سال کار کردیم صحیح اما حجم یا حجم سانه رو می‌خوایم دریافت کنیم حجم ما چه نشان بدیم حجم با وی نشان بدیم صحیح حجم استوانه فرمول شفت فرمول حجم استوانه فرمول حجم هرم یا هر ببخشید منشور میگم هرم هرم درس بعدی ما شماست حجم منشور یا تا نست حجم منشور فرمول حجمش یا تا گفتیم مفاد قایده زب در ارتفاع درست است مفاد قاعده زب در ارتفاع میشه حجم منشور و در استوانه هم به این شکل است مفاد قاعده زب در ارتفاع میشه حجم منشور حجم در استوانه دریافت میشه درست است پس نوشته میکنم مفاد قایده یا اس قاعده زب در اچ اچ ما شما چی است ارتفاع است درست است پس امی فرمول که در منشور است در استوانه هم امی چرا چون گفته بودیم تعریف کردیم دیگه سوانه چی سوانه یک منشور است که قاعده شه باشد دایره باشد پس از اون فرمول حجم منشور هم باید چی شود همین فرمول تبعیت کنه و می‌بینیم که درست است پس مساحت قاعده ضرب در ارتفاع خب ما امیر می‌خوایم حجمش رو دریافت کنیم شاگرد عزیز قاعده شه است یک تا دایره است دیگه نه؟ دایره شاه هم سی است خب ما امیرم دریافت می‌کنم پس از قاعده یک بار دیگه دریافت می‌کنیم از قاعده ما شما چی میشه چی بود پای آر مربع فرمولش خود داریم دیگه فرمول مساحت دایره چه میشه پای آر مربع خب پای ما و شما که نوشته خود پای نوشتن میکنیم ضرب در آر آر ما و شما چند سه سه مربع سه مربع چند میشه نو پس میشه نو پای سانتی مربع صحیح چون مساحت است دقت کنید اینو قبلا گفتیم مساحت همیشه میشه سانتی متر مربع و اگر حجم باشد میشه سانتی متر مکعب اینو درس گذشته گفتیم دیگه نه براتون گفتیم متوجه میشین دیگه شاگردای عزیز پس مساحت قاعده ما و شما چی شد 9 پای سانتی متر مربع خب ارتفاع ما و شما چی است ارتفاع 10 10 سانتی متر پس ما میتونیم چی کنیم وی را دریافت کنیم حجم را دریافت کنیم پس حجم استوانه ما و شما چی میشه طبق این فرمول جایگذاری کنید پس میشه مساحت قاعده در رفت 9 پای ضرب در ارتفاع ما و شما چند است 10 سانتی متر صحیح است ضرب در 10 جواب 9 ضرب در 10 میشه 90 پای صحیح است سانتی متر شاگرد عزیز بگین مکعب آفرین چرا مکعب چون حجم است حجم گفتیم چی میشه باید همیشه بر حسب بر وزن چی نوید بر حسب سانتی متر مکعب یا متر مکعب نوشته کنیم و مساحت بچی به سانتی متر مربع درست است پس چه شد مساد قاعده رو 9 پای دریافت کردیم ضرب در ارتفاع ما و شما هم 10 ضرب در 10 ارتفاع کردیم و جواب چند شده 10 ضرب در 9 نو میشه 90 پای پایم نوشته کردیم و اگر بخوایم دریافت کنیم این پای 8.14 بنویسم بخونم دریافت کنم شکرت عزیز بون ما بجای پای نوشته کنم پس به شک میشه 90 ز در بجای پای نوشته میکنم 3.14 فیس خب جوابش چند میشه بون ما اینجا ضرب کنم سه اشاری چهارده زبدر در 90 زب میسازیم ما در نو میسازم یک تصیر واخرش میبانیم سیست؟ خب چار نو سی و شش. نو یک نو با سه دوازده نو سه بیست هفت یک بیست هشت چند رقم یک صفر میخواه؟ چون نوود است دو رقم اشاره داریم پس میشه 2 اشتاد دو, دو اشاره شست پس دو و دو اشاره شست مکعب پس شاگرد عزیز این شد چی حجم استوانه ما و شما دیدین که پای آخر گفتیم پای به جای پای میتونید نوشته 3 سه یا 14 و ضرب میکن جواب دریافت میشه درست است پس حجم استوانه یا حجم استوانه فرمول شف همیشه بسیار اساسی است و سوال امتحان ما و شما هم ازمی بیشتر میآید دقت کنید مساحت هم میآید حجم میآید ولی حجم سوال بیشتر میآید پس حجم استوانه ما شما چی میشه دقیقاً چون استوانه را تعریف کردیم استوانه چی است شاگرد عزیز یک منشور است که قاعده از چه باشد دایره باشد پس از فرمول حجم منشورم باید جور باشه که میبینیم جور هم است همین کار میده بر ما و شما مساحت قاید ضرب در ارتفاع پس من اینو نوشته کنم ای چی است شاگرد عزیز این چی ما و شما ارتفاع است. سایست یام که چی است حجم است و یام اس هم اسم که چی میشه مساحت میشه پس من نوشتم میکنم مساحت قایده درست است؟ پس فرمول حجم ثانی یا حجم ثانی ما و شما چی میشه؟ مساحت قید ضرب در ارتفاع درست است؟ خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما و شما امیست امیر خاندیم استوانه گفتیم چی است شاگرد عزیز استوانه یک تا منشور است که قایده از دو تا دایره انتباق پذیر است و بعد از گفتیم در استوانه ما و شما باید مساعد قایده را یاد داشته باشیم خب یاد داریم قایده چون دایره است مساحت میشه پای آر مربع آر همون خب و دیگه گفتیم مساحت جانبی مساحت جانبی رو دریافت کنیم در یک استوانه میشه دو پای دو پای آر زب در اچ دو پای آر دو پای آر آر هم شای هم قاید است اچ ما شما چی است؟ ارتفاع استوانه ارتفاع چی است؟ فاصله دو تا مرکز قاعده رو به هم دیگه کنید اما میشه ارتفاع و خود سوال با ما شما معمولا ارتفاع رو با ما شما داده میشه میگه چند است 10 15 است 8 است و دیگه چی گفتیم مساحت کل مفاد کل چی است باید مساحت جانبی مفاد قاید بالا و مفاد قاید پایین با هم دیگه جمع بسازیم میشه کل و در آخر هم حجم استوانه یا حجم استوانه را فرمولش به شکل گفتیم مفاد قاید زب داره ارتفاع درست است مفاد و حجم یا حجم استوانه را خواندیم فرمولاش دریافت کردیم و یک تا مثال هم کار کردیم درست است پس بان مایر تیک کنم اما موزه کار خانگی شاگرد عزیز تمرین های صفحه 144 کتاب باید حل کنید با ما روان کنید از طریق واتساپ اپ نمبرش هم بگن خودتان 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید شاگرده عزیز پایان درس سوم از فصل ششم شاگرده عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا